بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محصلین عزیز و گرامی، بخش دوم درس چهارم ما را به ادامه درس بخش اولش دوام میدیم. در این بخش ما موضوع دیگه مربوط کفاله را میخوانیم که او انواع کفاله است یا انواع الکفالت. به اعتبار تقریبا اگر بگیم انواع کفاله به اعتبار صیغه اگر بگیم هم میشه به اعتبار صیغه، و اگر عام مطلقا بگذاریم هم شده میتوانه. به هر صورت تقسیمات زل را میپذیره. الکفالت المنجزت او المنجزت، کفاله منجزه یعنی که معلق و موقت نباشه، این را میگه که فی الحال قابل تطبیق است و هیچ نوع شرایطی در اوجه گذاشته نشده. و هی التي تكون صيغتها خاليه من التعليق بشرط او الاضافه لاجل. یعنی کفاله منجزه عبارت از امو کفاله است که سیغش خالی از تعلیق به شرط باشه یا نسبتش به کدام وقت معین نشده باشه. عجل یعنی وقت، به کدام وقت نسبتش نشده باشه، این کفاله منجزه میگه یا منجزه میگه. به الکفالتو المعلقتو، کفاله معلق چی معنا؟ همو عبارت از اون کفاله است که به الکفالتو التي يعلق وجودها على وجود شيء آخر، يعني تعليق مشه وجود يمي كفالة بر وجود يك چيز ديگه. مثلا كما إذا قال شخص للمشتري، بر مشتري يك شخص بگه كي أنا كفيل لك بالثمن إذا استحق المبيع، اگر مبيع از ديگه كثابت شد ما زمان استم كي پولتو پاس بپردازم، يك غير از باية كسي ديگه زمانات ميکنه. الکفاله المضافه اینه که مضاف میشه به کدام وقت، کدام ما کفالت است. ذهب جمهور الفقهاء الى جواز اضافه الكفاله بالمال الى اجل المستقبل، به وقت ما مستقبل کسی مضاف بکنه. مثلا بگویید که ان يكون الكفيل ان يقول الكفيل انا ضامن لك هذا المال او هذا الدين ابتداء من اول الشهر القادم، بگویید که ما می دین یا ای مال را ضمانت میکنم لیکن از آغاز ماه آینده. این مضاف کرد، این نسبت شداد به ماه آینده. کفاله موقت کدام نوع کفالت است؟ معناش چیه؟ توقیت کفالت معناه ان یکفل الکفیل الدین مدتا معلومتا محددتا، یک مدت مشخص محدد را کفالت بکنه. فاذا انقضت تلك المدت یبرأ بعدها من التزامه و تنتهی الکفالته، وقتی کمی وقت تیر زمان تیر شد از التزامش خارج میشه و کفاله ختم میشه. و ذلك مثل قول الكفيل، مثل ازی که قول الكفيل است که بگه انا كفيل بنفس فلان او بدیدیته یا بدینه من اليوم الى نهایت هذا الشهر، انا كفيل بنفس فلان او بدینه من اليوم الى نهايه هذا الشهر. انت بقول لك ما نفسي ازيل زمانات بكن ما دانيش زمانات بكن از امروز تا به ختم ازيما. فاذا قضى الشهر وريد زمت بريد من الكفاله، بريت من الكفاله، وقف كي مي شهر ختم شد يا ما ختم شد ما وزك كفيلش نيست، يعني مدت معينه محدد را كفالت كرد. دیگه اي صورت هاي انواع كفاله با اعتبار صيغه است. با اعتبار چی؟ با اعتبار صيغه. من به موضوع بعدی او انواع کفاله به اعتبار مکفول به، به اعتبار مکفول به، یعنی چیزی که کفالت ازش شده. این هم تقریبا به دو نوع و دو نوع عمده تقسیم شده. حالا میگه قد تکون الکفالت بالمال و قد تکون بالنفس، احیانا کفاله به مال می باشه و احیانا کفالت به نفس میشه. كفالة المال أو الضمان، كفالة البدن أو الوجه. كفالة بالنفس، كفالة بالبدن بالوجه ميجا، وكفالة بالمال را كفالة مال يا كفالة يا ضمان ميجا. هي أمي دو تقسيمة دارة، يعني أردو عبارات يعني معنى دارة.
أول ميم با كفالة بالمال شي معنى؟ قد يكون المكفول به دينا وقد يكون عينا. طبعا مال كشد يا دين مش ويا عين مش، يعني دين معين يا جنس معين. كفالة الدين، كفالة الدين شي اس؟ علماء قفتك يشترط الفقهاء لصحة كفالة الدين أن يكون دينا صحيحا ولكن واجبا في ذمته. يعني فقهاء يرشد دانستان كي أمو ديني كفالتش درست مشه كي دين ديني صحيح باشه، يعني ثابت صحيح ولازم باشه و در ذمه واجب باشه، در ذمه واجب باشه. طب ان ديني صحيح ديني غير صحيح ميگه عبارت از أمو ديني است كي او به یک وجه صحيح تا هنوز ثابت نیست، یک کسی به کسی دیگه دین دوا داره لیکن او شخص قبول قبول نکرده، این ضمانت از این شده نمیتونه. و دیگه ای که واجب در ذمه باشه، واجب در ذمه باشه که پرداخت از او لازم شده باشه، او را دین دین کفاله از دین درست میشه. کفاله عین چی معنا؟ المقصود بضمان العين الكفالات هي أن يلتزم الكفيل برد عينها إن كانت قائمة وبرد مثلها قيمتها إذا تلفت. ميجي كي نمي عين را ينمي جنس را متى زمانات ميكونم كي اگر خودش بود خودش هم اگر ني باز مثلش همي پردازم اگر مثلي بود و قيمتش اگر قيمي بود. وكان ذلك كالعين المغصوبة والمغصوبة على سهم الشراء. کدام نوع دیده کدام صورت دیده میتونه مثلی که اگر نه شخص مال کسی را غصب کرده باشه کفیل از طرف غاصب کفالت میکنه که من برات این مالت میارم، اگر خود مال به دستت نیامد ما مثلش میارم، اگر مثلی بود و اگر مثلی نبود قیمی بود ما قیمتش میپردازم. این احیان شده میتونه کسی غاصب را بگیره و غاصب را اعلان نمیده، یک کسی دیگه از طرف غاصب ضمانت میکنه که برو خلاص ما بر این مالت میارم. یا مقبوضه به نه اجسام شرا، یعنی که مال را قبض کرده به نیت چی؟ به نیت یکی که را میخرم، یعنی با خود برده و گفته که من این را میبینم چک میکنم میکنم، و دکاندار گفت یا بایی گفت که ولی این چک میفهم که تو پس این را میاری، یک کسی زمانه شکر که برو من این را مشناسیم یا چیزی تا پس میارم، این کفاله بالعین است. صورت دومش این کفاله، اول کفاله بالمال بود، باز کفاله بالنفس است. کفاله بالنفس معنا هی التزام الکفیل به احضار المکفول للمکفول له، یعنی کفیل ضمانت بکنه که می کسی را که ضامن شده می را بر تو عذر میکنم، یا بر تو عذر میکنم او الى مجلس الحکم، یا به مجلس حکم او نحو ذلک، یا به می قسم ده خانیت میارمش به دست تو میتمش ای را بر تو عذر میکنم، ده این مشکل نیست. این صورت ها شده میتونه و في هذه الحالة يتحد المكفول به والمكفول عنه. ده صورت میگه متوجه باشیم که مکفول به و مکفول عنه ده یک شخص است. ده اوجه صورتی که کفاله بالمال بود، ده اوجه مکفول به مال بود، اما ده اوجه مکفول عنه ده اوجه چی بود؟ مکفول عنه مدیون بود و مکفول به مال بود، اما ده اوجه مکفول به و مکفول عنه اما یک شخص است، شخص سیومی وجود نداره، یعنی یک چیز است، چیز دیگه وجود نداره. این کفاله دو قسم کفاله به اساس مکفول به بود. یک قسم دیگری از کفاله هم وجود داره که یه فقها ها گفتن در کلام خود نوع آخر من الکفاله، شکل دیگه یا نوع دیگه از کفاله بالمال، و چی است؟ کفالتون بالدرکه بفتحتین، ای کفالتون بما یدرک المال المبیع و یلحقه به من خطر بسبب سابق على البیع. به این ملک کفاله میکنه به چیزی ضرری که به مال میرسه یا کدام خطری که به مال میایه به اساس یمو نقصی که یا ضرری که پیش از بیع وجود داشت. و هذا النوع من الکفالات بالمال یکون لصالح المشتری، این کفاله بیشتر زیادتر به اساس برای مشتری میشه، بر خاطر منفعت مشتری میشه. چرا میگه؟ اذ من حقه ان یشتریت ما یراه ضمانا لخلوص المال المبیع من حق الغیره. به خاطر از این میگه که این حقش است که یک زمان را داشته باشه، یک زمان را داشته باشه که مالش از چی باشه؟ از کدام خطری چیز باشه، از کدام خطر بچ باشه و کدام مشکلی به خاطر موجود باشه، چرا که مال مبی از حق غیر خالی باشه و کدام بس کسی دیگه نباشه، و حتی یمن سلامت المبی، مبی هم سالم باشه.
نگه کف الاشعار له هذا الحق اشاره حق بر ثابت ساخته و به یس گفته میشه زمان و درک زمان و درک ای ضمان لحقوق المشتری تجاه البائع اذا شر المبيع والمستحق یعنی بر مشتری ضمانت میشه از طرفی که از طرفی بایی یک زمان برش میده که اگر ای مبیع کدام مستحق دیگه داشت مالک دیگه داشت باز تو حق داری که ای پول ده. یعنی مطلبی که مثلا ما شما بسیار زد میمینیم کسی که در متفروش ها بلد هستن متر هم میفروش ها باز یک زمانت زمان میده که خب بیادر می زمان است اونجا یک مشتری هم زمان میده و بایی هم زمان میده تا بعد اونجا باز بایی به خاطر از این زمان میته که بگو این موتر از کسی دیگه نیست موتر از دوزی نیست از کسی نیست و ما ملک خود ماست که سودا کردیم این برای مشتری یک نوع ضمانت حقش است و مشتری هم ضمانت میته و به خاطر از این ضمانت میده که بعد از این دست باز تاریخ از این که کدام مشکلی برای از این کدام مشکل امنیتی دیگه مسئله پیش میشه دیگه باز مسئولیت به ما راجع نیست مسئولیت به ما راجع نیست تا بینی کفاله به درک است این یک نوع دیگه از کفالت است که علما او را مشروع گشتنده و مشروع گفته ای بود انواع کفاله که بیان شد و به ما شما به انواع زو فامیلیم میمالی به حکم کفاله به نفس یعنی حکم کفاله به نفس طبعا ای جایز است یا جایز نیست در اکثر علما جمهور علما میگه که ای جایز است لیکن یک قولی از مذهب امام شافعی آمده میگه که این جایز نیست به خاطر که یک نوع زیر دست گرفتن یک شخص است شخصی آزاد است و در فقه اسلامی میگه ما میبینیم که شخصی آزاد زیر دست کسی آمده نمیتانه به هر صورتی رو هم میخوانیم که چی میگه حکم الکفالت بالنفس ذهب الحنفیت والمالکیت والحنابلت الى ان الکفالت بالنفس صحیحه احناف و مالکیه و حنبلی ها میگه کفاله به نفس درست است که مشکلی نداره امام شریح و ثوری و لیث بن سعد و دیگه علما هم به این قائل هستند و دلیلش هم همی قول الله متعال میدانه که الله متعال گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال لن ارسله معاكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم یعنی در مورد قصه یوسف علیه السلام است که پدرش یعقوب علیه السلام دیگه پسرش میگه که اینم رای خودتان روان نمی کنون تا که برای ما یک موثق و دلیل و سند و کفالت از طرف الله متعال بتین که ایره برای ما پس میاره این دلیل ازی است قول دوم که اسو چی است و المذهب و عند الشافعیت صحت کفالت البدن فی الجملت للحاجت الیها میگه که قول دوم شافعی است میگه کفاله بالبدن یا کفاله بالنفس یا کفاله بالوجه در جمله تن عموما درست است چرا که بر ازی نیاز وجود داره و مردم بر این ضرورت داره باید مشروع باشه و امی آیت که پیشتر خوانده شد قال لن سلام معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتون به الا ان يحاط بكم از یک نوع استئناس شده میتونه به این کفاله یعنی مستقیما از این آیت خود ثابت میگه ثابت نیست اما از او استئناس شده میتونه این اصل مذهب همی است لیکن یک قول در مذهب شافعی ها وجود داره که وفی قول لا تصح که صحیح نمیشه می کفاله بالبدن چرا میگه لان الحر لا يدخل تحت الید شخص آزاد زیر دست آمده نمیتونه مملوک نیست و مال نیست که او بیا و لقدر لا تسلیمی هست شاید قادر به تسلیم از اینه باشه و قطع بعضهم بالاولی بعض شافعی ها میگه که قد به شکل خطی گفته که امو گپی اولی یا مذهب اولی درست است خب این بود انواع کفاله و حکم کفاله به نفس حالی میم به موضوع بعدی و موضوع اخیر در کفاله که و انتها عقد الکفاله انتهای چی وقت عقد کفاله ختم میشه و از بین میره و چی وقت عقد کفاله ختم میشه و از بین میره میگه که يسقط الالتزام الذي تحمله الكفيل بعقد الكفالة بأحد الأسباب ذلك طبعا وقتی که کفیل ضمانت کرد علی خود ضامن شد ای باید ضمانت رو بپردازه لیکن این ضمانتش میگه به یکی از این اسباب از بین رفته میتواند سبب اول چی است؟ السبب الاول یا اولا الاداء المال الى طالب الدائن او ما هو في معنى الاداء
امو یعنی ای که مال را ادا کنه به کی؟ به طالب، یعنی به داین مال را ادا کنه یا کار را انجام بده که او در معنای چی است؟ در معنای ادا است، در معنای ادا است. و المراد بالادا یا ما فی معناه دی که معنای ادا یا که معنای ادا را داره در مجلد الاحکام ماده 1536 آمده. وان يبرئ احد الاخر باسقاط تمام حقه الذي هو عند الاخر او بحط مقدار منه عن ذمته وصورته ان يسقط الدين عن المدين فيجعله بهذا بريئا في المطالبه. می بخشین این صورتی که در مجله آمده این صورتی است که امو صورت قبلی را بیان میکنه که او صورت بعدی را بیان میکنه که او چیزش است ابرا و چیزی که در معنای ابراست که او در صورت دومی است که او را انشاءالله باز میخوانیم به شکل سابقش. ادا یا در معنای ادا به اون معناست که یعنی مال مستقیما بپردازه یا دیواز مال یک چیز دیگر را بدهد، دیواز مال یک چیز دیگر را بدهد، در این صورت ای ادا شده. تو تا من این صورت اولیش بود، صورت دومیش چی است؟ الابرا و فی ما فی معناه، ابرا چیزی که در معنای ابرا است. و المراد بالادا و ما فی معناه چیزی که در معنای ادا یا در معنای اداس یا ابرا در معنای ابراسی اصلا ادا نیست، ای ابرا است. جاء فی المجله هو ان یبرئ احد الاخر باسقاط تمام حقه الذي هو عند الاخر او بحط مقدار منه عن ذمته، که بری بسازه یک شخص دیگر که تمام حق خود ساقط بکنه یا جزء از حق ساقط بکنه. و صورتش هو ان یسقط الدین عن المدین، این صورتش است که دین را از مدین بخی ساقط بسازه. فیضال باید بری هم من المطالبه به استدادی بری شد، یعنی این صورت است که امو مدیون که بری شد در این صورت باز کفیل هم بری میشه، براءت اصیل براءت کفیل هم است. این صورت دوم شد. صورت سوم حوالت الدین. طبعا حواله چی معنا؟ هو نقل هو عقد یقتضی نقل دین من ذمه الى ذمه اخرى، یعنی عبارت از عقد است که تقاضا میکنه که دین از یک ذمه به ذمه دیگه انتقال مییابه. وقتی که امی دین حواله شد به شخص دیگه، یعنی مدیون خیست امی دین را حواله کرد به شخص دیگه، کسی که ضامن و کفیلش بود او هم از این ضمانت خلاص شد، چرا که دین خلاص شد ضمانت هم خلاص شد. و به هر اختلاف عن کفالتی به می اساسی ضمانت دیگه کفالت و حواله رمانش تفاوت شد کرده که کفالت نقل دین از یک ذمه به ذمه دیگر نیست، بلکه یک ذمه است، اما در حواله نقل دین از یک ذمه به ذمه دیگر است. این صورت سوم انتهای عقد چیز است، انتهای عقد کفاله است. صورت چهارم چی است؟ من اسباب انتهاء الكفالت وراثة الدائن للمدين، ای که دائن مدین را وارث شود، دائن مدین را چی شود؟ وارث شود. به این معنا که احمد مدیون بود و زید دائن، احمد مرد و زید وارث از او شد، در این صورت تمام مال به این منتقل میشه، مالش به این میایه و مال پیسان داره و کسی که ضمانت کرده بود هم از این عقد کفالت ختم میشه. ادامات المدین و کان ملیعا، مدین مرد و پیسدار بود و فی ترکت هی مایفی به دین و در ترکیش که مانده بود اندازه وجود داشت که دینش ادا کنه، در این صورت باز چی است؟ در این صورت باز کفالت از بین میره. چرا؟ و ذالک الانتقال ترکت المدین الیه بالوراثه، تمام مال مدین به دائن منتقل میشه به اساس وراثت،
محملة بدينه وعلى ذلك تمام جيز بوميرا وعلى ذلك يصير في ملكه ما به وفاء دينه در ملكاتش چیز داخل شده که او میتن بو وفاء دین بکنه فاسقط دینه دین ساقط شد لذلك بمی اساس لانه لا يصح ان يكون مطالبا ومطالبا دیکس یک حالت آدم نمیدونه که هم خواست طلبگار دین باشه و هم کسی باشه که دین را بپردازه. طبعا این مو وارث وحید است، اما اگر وارث دیگه کس امرش بود باز دینش ساقط نمیشه مگر با مو اسواندازی که از ترکه خودش به او میرسه و از باباکی میمنه. اگر دین زیاد بود و باز به ساقط نمیدازی میراث خودش ساقط میشه. ای صورت چهارمش بود. صورت پنجم انتها مدت الکفاله. صورت پنجمش است که کفالتش مدش ختم شود. اما موقت بود مدش ختم شد، در این صورت هم ایچی میشه، در این صورت هم چیز از بین میره، کفاله از بین میره. ایره مختصر براتون میگم، انشاءالله بقدر سخت نیست. انفساخ و سادسن انفساخ و سبب دین المکفول بهی. بر اساس کدام معلت یا دساس سببی که دین دوج لازم شده بود او از بین رفت، عقدی که از او دین موجود شده بود و عقد بخی از بین رفت، در این صورت باز هم چیز از بین می رود، از بین می رود. سابعا الصلح. صورت افتمیشی است که صلح بکنه و این صلح طبعا نمو چیزی است که به اون نزاع ختم میشه، عبارت از مو عقدی است که توسط نزاع ختم میشه. داین با مدیون صلح کرد به اساس گفت که ولی داین ما سرت قدر انداز است، صلح کرد که برو خلاص نمی خانه تبتی یعنی زمین تبتی با هم صلح میکنیم دیگه از داین تو خلاص استی. در این صورت هم داین یا که خلاص شد کفاله هم از بین میره، دیگه کدام حقی را باز وجود داشته نمی باشه. ای صورت های فسخ حواله بود یا انتهای عقد حواله بود. صورت ششم و شک دفعه باز براتون میگم، انفساخ و سبب الدین المکفول به. اذا انفسخ العقد الذي نشا عنه الدين المضمون بريت بسبب ذلك ذمه المسلم من الدين فان التزام الكفيل ينقضي تبعا لذلك. فاذا ضمن شخص مشتريا لسلعه بثمنها فانفسخ عقد البيع لهلاك سلعته عند البائع قبل تسليمها بريت ذمه كل من المدين والكفيل المدين ابتداء والكفيل تبعا. یعنی صورت مسئله ایشی قسم است که کسی با کسی دیگه حق دی بایره کرد، گفت که این همین موتر از پیش تو خریدم و از ما شد، مشتری از چیز موتر را گرفت و بایی از پیش مشتری زامن ازی را گرفت که پول را میپردازی، گفت سعیس پول را میپردازم. این موتر تانوز به مشتری تسلیم نشده بود که موتر حلاق شد، داتش گرفت دیگه گرفت و تنوز به پیش مشتری بایی بود، به مشتری تسلیم نشده بود. آلی وقتی که موتر هلاک شد بایی به مشتری چی رو تسلیم میکنه؟ این چیز وجود نره که تسلیم میکنه و بایی مشتری هم دیگه چی بود؟ قرضدار سمن از این موتر بود. آلی وقتی که مبیع هلاک شد عقدم فسخ شد، فسخ شد تمام شد، این آلی ای دین هم از بین رفت، بالای مشتری کدام دینی وجود نداره. آلی بایی که از مشتری کدام کفیل را گرفته بود و کفیل هم از بین رفت، کفالت از بین رفت و به این شکل ای کفالت انتها یا خاتمه یافت. ای بود بخش دوم درس چهارم ما، به می اکتفا میکنیم انشاءالله. اگر زندگی باقی بود باز یکی از صورتهای کفاله در بانک ها ای وجود داره، اگر انشاءالله زندگی باقی بود در درس پنجم ما انشاءالله به او میپردازیم و یک صورت یا دو صورت از کفالی یا ضمانت بانکی را مورد بحث قرار میدیم. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.